آفتار عمومی شهر نیز گردید. در دو سوی کوچه عمومی که مشهور به کوچه قلعه وزیر است، خانه های زیادی ساخته شده است. افزایش جمعیت و تراکم نفوس در این منطقه نیاز به مسجد بزرگتر و جامع را می طلبید. به همین منظور متولیان و متنفذین محله تدبیری را برای ساختن مسجد جامع و بزرگی با مهندسی نوین را پیشنهاد کردند. همین بود که حدود 14 سال پیش با همکاری و کمک اهالی مردم مسجد سفید جامع صادقیه قلعه وزیر به این شکل و شمایل
جامع صادقیه قلعه وزیر از معدود مساجد پر جمعیت شهر کابل به حساب می آید. حدود 1000 خانواده زیر پوشش این مسجد قرار دارد. محاسبه تقریبی جمعیتی که از خدمات فرهنگی و اجتماعی این مسجد مستفید می گردند حدود 7000 نفر می باشد. گنجایش بیش از 1000 نمازگزار در یک زمان از ظرفیت بالای این مسجد جامع به نظر می رسد. نظم، پاکیزگی و تشکل‌های مدیریتی نیز از ویژگی‌های برتر این کانون فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود. مساجد نمونه گاهن شأن یک دانشگاه تمام عیار علوم و فرهنگ اسلامی را به خود می‌گیرند. متولیان امور فرهنگی و معنوی این مسجد نیز باور دارند که با تعریف مکانیزم درست و واقع بینانه در جهت فعالیت‌های مساجد میتوان نقش برازنده در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا نمود. از این رو در صورت بازشناسی نقش مسجد و امام جماعت آن میتوان موجبات غنای فرهنگ اسلامی را در ابعاد مختلف علمی، آموزشی، عبادی و اجتماعی فراهم نمود. در سنت تاریخی مردم افغانستان دین و دینورزی جزء اصیل ترین قاعده و قانون زندگی جمعی به شمار می رود. مردم متدین به امور دینی خود می باشند. عرق عمیق دینی و مذهبی مردم سبب می گردد تا آنها روزانه برای ادای فرایض دینی از جمله اقامه نماز در مسجد جمع شوند. الله اکبر. از طرف هم مسجد از جمله معدود مکان‌هایی است که با تمام اقشار جامعه به نوعی در ارتباط است و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مقام و موقعیت اجتماعی و مناسب اعتباری مردم را برای عبادت خداوند متعال به دور هم گرد می آورد و موجب رشد و کمال آنان در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی می شود. شاید تلخترین طنز روزگار کنونی ما مسلمانان این باشد که در چنین شرایطی بخشی از جریان‌های منحرف تکفیری با راه اندازی حملات پیچیده و مرگبار بر مساجد اهل مسجد را به جرم کافر بودن و شرک ورزیدن شهید می‌کنند. در جریان ماه گذشته ما شاهد حملات مرگبار بر نمازگزاران در افغانستان بودیم. آخرین مورد آن حمله بر نمازگزاران در یکی از مساجد ننگرهار در روز جمعه گذشته بود. کجندیشی دینی، قرائت‌های قشری از ارزش‌ها، تعصبات مذهبی و دینورزی خردگریزانه و جهل مقدس سببی به وجود آمدن چنین رویدادهای تلخ گردیده است. شما دیدین که 10 نفر از نمازگزاران در حال نماز جمعه شهید شدند. دشمن چرا مساجد را هدف قرار میده؟ به خاطر که از مساجد ما میترسن. مساجد ما محل عبادت صرف نیست، بلکه محل حضور است، محل شکوه است، محل آگاهی است. زمنگا یو منگا سنگ د جمعتی و دلت دیوال شریکی و د جمعت سره د مسجد سره منگا دیوال شریکی و او خپل په مسجد کې کار کول لکه منګه په د محرم ورځو کې دلته منګه فراشان یو. ډېر خلک وایي دا پښتانه دي، تاسو پښتانه اسې دلته څه کوئ، یا تاسو سنیان اسې دې شیګانو سره څه کوئ. منګه شیعه او سنی نه پیژنو. زمونږ ورورولي ده او په دې ورورولۍ کې د ټولو ګټه ده. داسې نه دی چې لکه منګه خپله په مسجد کې کار کول او په مسجد کې لمونځ کول، د نور سره کېناستل، خبرې کول، او یو بل سره د یو بل د زړه درد اورېدل او یو بل سره همکاري کول، دا خپله زموږ او ستاسو د خپله د شرعي نگانه یو دینی نگانه، دا یو ډېر زموږ د ټولو وجیبه ده. Oh.
اکبر. حجت الاسلام محمد رضا مظفر یکی از روحانیون خوشنام و خوشبیان، او ملا امام مسجد سفید جامع صادقیه قلعه وزیر است. روحانی خوشفکری که مهمترین دغدغه‌یان انطباق منطق دینداری و معارف معنوی با اقتضاعات زمانه برای رفع نیاز انسان روزگار کنونی است. محمد رضا مظفر خلق خوش و چهره متبسم دارد. صمیمیت و سرور کان یتیم محله خبر بگیرد و همچون مولای متقیان علی علیه السلام بر زخمهای ملتهب دل آنها مرهم بگذارد. روحانیون وارثان انبیا چه کسانی مساجد را از سطح نازل یافته به کمال یک مسجد نمونه در حوزه فرهنگی اسلام ارتقا می دهند؟ اول عالمان متعهد دینی و دوم جامعه آگاه با مردمان متدین. به همین منظور اهالی مسجد سفید جامع صادقیه قلعه وزیر با محوریت روحانی خوشنام و نشانی چون استاد رضا مظفر بیشترین تلاش صادقانه را در ادای مسئولیت‌های سنگین نشان می کنند. اون همه زحمتی را که مسلمان ها کشیدن اینا در قوام اسلام نقش داره، ولی خدای منان میگه ای رسول من، اگر اخلاق نمیداشتی همه از بین رفته بود، هیچ کدام نتیجه نمیداد. نه شمشیر علی نتیجه میداد، نه مال خدیجه نتیجه میداد، نه خون شهدا نتیجه میداد، نه خون دل خوردن حامیانت نتیجه میداد. تو باید متخلق باشی. بخوانم آیه را: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حوله. آجی آقای مظفر همیشه با مردم خوش اخلاق است، با مردم بسیار روی خوب میکنه. وحسنشم خیلی کم بود، اما خیلی آدم شریف با دانش بردبار، یعنی واقعا از این مردم خیلی خوش هستن. چرا؟ العرما ورثت الانبیاء، علما وارثان انبیاء هستن دیگه. انبیاء را که میفهمیم با چه شکل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سرش خاک کنختن، خاک روبه، ولی دید که خاک روبه سرش نمیفته، پرسید که کسی که خاک روبه منداخت کجا؟ گفت مریض است به عیادت شد. ما خدا رو شکر از آقای مظفر خیلی راضییم. یعنی واقعا اگر واقعا آدم راست بگویه، پای منبر آقای مظفر، پای صحبت های آقای مظفر، آدم هیچ وقت خسته نمیشه، چون همیشه صحبت هایشان به سطح مردم است.
ما شخصا خودم از پای صحبتش هیچ وقت خسته نمیشم و همیشه کوشش میکنم هم که حالا ظاهر نمایی نشم، از موبایل اگه پیشم باشه من صدایشو برداشت میکنم و یک بار چند بار در خانه ای رو شاید گوش کنم، شاید آلبوم داشته باشم از صحبتش. قرآن کریم معلمی را شغل انبیا دانسته است. با توجه به این اصل براحتی میتوان نتیجه گرفت که شغل وارثان انبیا یعنی همان عالمان و مبلغان دینی نیست معلمی میباشد و آنها باید در این داستان همراه با تحقیق و پژوهش و پیش روند تا با درک اقتضاعات زمانه نیازمندی های فکری و فرهنگی عصر کنونی را نیز درک کنند. منطق مستحکم امام صادق علیه السلام در این زمینه چنین است که می‌فرماید کسی که آگاه از زمان خود باشد گرفتار شبهات و مسائل مبهم نمی‌شود. امر رقمی که شما و همه عزیزان در جریان هست، بخش عظیم فعالیت‌های بنده را فعالیت‌های تبلیغی تشکیل می‌دهد، یعنی حضور ما در رسانه‌ها، در منبرها، در نماز جمعه، در مناسبت‌های مختلف به خاطر تبلیغ معارف دینی و مسلماً با توجه به شرایطی که وجود داره و نیاز سنجی‌هایی که ما داریم، مطالعه باید جزء مقدمات اصلی تبلیغ باشه. لذا ما بخشی از وقت خود برای مطالعه اختصاص می‌دهیم با همین کتابخانه مختصری که خود ما در خانه تهیه کردیم و بعضی وقتا مگر نیاز میشه به کتابخانه دارالقرآن، کتابخانه دارالمعارف که همکاری کردن با ما مراجعه میکنیم. تلاش کردیم، یعنی عادت خود را بری قرار بدیم که هیچگاه بدون مطالعه صحبت نکنیم، بدون تحقیق صحبت نکنیم. موضوع اول مشخص میکنیم بعد تحقیق میکنیم. حجت الاسلام محمد رضا مظفر نیز از معدود عالمان است که مطالعات روشمند و منظم در ابعاد مختلف علوم دین را جزو برنامه‌های مسلم تبلیغی خود قرار داده است و کارگیری متدهای متعارف و مجرب مطالعاتی، داشتن نظم و استفاده از منابع معتبر علمی جزو اصول پایه در مطالعات روشمند این روحانی خوشبیان تلقی می‌گردد. ایشان آرزومندانه از علمای جید کشور تقاضامند است که در کسوت معلمان ساده در بیایند و برای نشر و نهادی نکردن ارزش‌های معارف اسلامی راه تحقیقات دقیق علمی و تتبعات منظم در فراورده‌های فکری علمای فقید اسلامی را در پیش بگیرند. سخن گفتن با آمادگی علمی، نوع احترام گذاشتن به حقوق و شعور مخاطبان با شمار می رود. و همین رقم این دو تا دفترچه دیگر هم که می بینین نوشته های ما در ارتباط با شرح خطبه متقینه که بازم از نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و همین رقم برخی از نوشتجات پراکنده دیگه هم داریم که در قالب یادداشت ها هست. اول آدم باید موضوع رو مشخص کنه، یعنی وقتی من میخوایم مطالعه کنم در چه موضوعی مطالعه میکنم. مثلا شما میخواین در باب تواضع مطالعه کنین، اول آیه ای از قرآن پیدا میکنین، واخفض جناحك لمن اتبعك للمؤمنین. این آیه مال تواضع. بعد روشی که ما داریم ایست که قرآن را وقتی مطالعه کردیم، آیات را پیدا کردیم، به تفسیر مراجعه میکنیم. آره، بعد تفسیر، از تفسیر روایات رو پیدا میکنیم در خصوص تواضع. بعدم خود ما برای نیم ساعت یا 20 دقیقه اینایی رو که در کاغذ جمع آوری کردیم برای چینیشش وقت میگذاریم که آیه رو چه وقت بخونیم،
روایت را چه وقت بخوانیم، مسائل روز را با اینا چه رقم وفق بتیم و بعد به مخاطبان ما چگونه به زیبایی القا کنیم که سرزنش گونه نباشه، خسته کننده نباشه. این به عنوان مثال بود. یا مثلا من میخوایم درباره شهید صحبت کنم، این روش رو به کار میبندیم. یا مثلا در مورد امامت میخوایم صحبت کنیم، یا در مورد فرض بفرمایید که عدالت میخوایم صحبت بکنیم، این روش رو ما در مطالعات ما به کار میبریم. یکی از مهمترین نقش‌های علمی آموزشی مسجد برگزاری مجالس قرآنی و مباحث مرتبط به جزئیات معارف دینی است که می‌تواند به صورت جلسات درسی و نشست‌های علمی برگزار گردد. همسو بودن مفاهیم دینی با فضای معنوی مساجد موجب شده است تا این مکان در طول تاریخ و عنوان بهترین بستر در جهت ارائه برنامه‌های درسی قرآنی و نشست های پرسش و پاسخ معارفی محسوب گردد. انجنیر محمد حسین علیزاده، یکی از قاریان خوش صدای مسجد سفید جامع صادقیه قلعه وزیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان تبحر فراوان در علوم تجوید دارد. ممارست های مداوم او در آموزش صوت و لحن قرآنی از او یک قاری خوش الهام ساخته است. برگزاری حلقه درس قرآن در هر روز جزو برنامه های مهم و مسلن این مسجد مردم محسوب می‌گردد. جوانان مستعد و متخلق به اخلاق قرآنی همچون پروانه های عاشق در گرد شمع نورانی کلام الله مجید گرد می آیند. در تاریخ اسلام مسجد نخستین مرکز آموزشی مسلمانان بوده است. همین اکنون مستندات زیادی نشان می دهد که هنوز مساجد نقش برازندهی در کارکرد آموزشگاهی علوم دینی و قرآنی دارد. اهالی مسجد سفید جامع صادقیه قلعه وزیر مدعی هستند که مساجد در وهله نخست برای ادای نماز و فرایض دینی است، اما محدود به آن نمی باشد. آموزش قرآن و معارف اسلامی نیز جزو برنامه های این نهاد به حساب می آید. پروردگارا فرج ولی نعمت ما امام زمان ارواح نافدا تعجیل بفرمای، ملت عزیز ما را از شرور و فتنه های آخر الزمان محافظت بفرمای، بن نبی و آله به محمد و آل محمد از همه جا صلوات بلند خط کنید.